خانم آقایان سلام، در این قسمت افتخار میزبانی از پرواز همایون رو دارم. سلام، خیلی خوش اومدین. سلام، خدا خوشبختم از آشناییتون. به عنوان شخصیتی که یک چهره بین‌المللی از ایران هستین و کلی اجرا، همایش، کنسرت‌ها در خارج از کشور داشتین، این قبیل کارها و حتی اجراهای عزیزانی مثل شما چقدر تو وجهه بین‌المللی کشورمون تاثیرگذاره در بین جهانیان؟ این اصولا برنامه‌ای که توی خارج از ایران برگزار میشه بیشتر مخاطبینش همین ایرانیایی هستن که توی بیرون از ایران هستن و در واقع اونان که ما رو معرفی میکنن به خارجی‌ها، یعنی نماد خارجی‌ها همین ایرانیایی هستن که در خارج از ایران زندگی میکنن و اونان که بیشتر باید این موسیقی رو پرزنت کنن به همکاران و دوستانشون از کشورهای دیگه. اما اصولا برنامه‌ای که به صورت دولتی به خارج از ایران میره توی بعضی از این فستیوال‌ها در واقع برنامه‌شون اجرا میشه که کم و بیش خارجی توشون هست، اما موسیقی‌ها اونطوری نیست که خارجی‌ها رو بتونه جذب کنه که برد بیشتری موسیقی‌ها داشته باشه. موسیقی‌های با کیفیت و گروه‌های خیلی حرفه‌ای وقتی برای کنسرت به خارج از ایران میرن، خودشون میرن یا به دعوت ارگانیزیشن‌های ایرانی خارج از ایران میرن که اونا خارجی کمتر توشون میاد. در هر صورت این تناقض توش وجود داره و ما در معرفی آثار هنری به خارجی‌ها خیلی موفق نیستیم، به غیر از در دوره سینما. در سینما که خب کسایی مثل اصغر فرهادی و عباس کیارستمی و خیلی های دیگه در این زمینه موفق بودن و سینمای ما رو خوب پرزنت کردن، ولی موسیقی ما نه، خوب موفق نشد، نرسید. و به عنوان یکی از افراد نخبه تو حوزه موسیقی کشورمون یه سوال واضح دارم، آیا این موسیقی هم مثل خیلی از ژانرها و صنعت‌های دیگه هم مافیا داره؟ و این مافیا کیا؟ نه بابا، اصلا مافیای وجود نداره. برای اصلا ما در سطح موسیقی ما اونقدی نیست در ایران که بخواد درش مافیای وجود داشته باشه. اونایی هم که میان این مباحث مافیا رو مطرح میکنن، نقطه ضعف‌های خودشون رو به گردن مافیا میندازن، وگرنه اصلا معنی نمیده در ایران مافیا در هیچ بخشی، به ویژه در موسیقی اصلا همچی چیزی نداریم. شاید شرکت‌ها و کمپانی‌هایی هستن که بیشتر از شرکت‌های دیگه کنسرت برگزار میکنن و رویکرد بیزینسی به موسیقی دارن و برای همون مقطع از کارشون هم تجربه دارن و زحمت کشیدن و رویکردشون بیزینسیه و تکنیک هاشون و قابلیت هاشون بیشتره. حتی شاید روابطی هم در وزارت ارشاد دارن که در واقع میتونن کارشون رو پیش ببرن، ولی این روابط رو همه دارن در وزارت ارشاد. همه اونایی که مدعی هستن که مافیا وجود داره، روابط خودشون در ارشاد بیشتر از بقیه است، منتها ضعف فردی خودشون که نمیتونن هنرشون رو ارائه بدن یا هنر قابل ارائه ندارن یا مردم یا گیشه ندارن، فکر میکنن که مافیا اجازه نمیده که اونا رشد کنن. در صورتی که اینجوری نیست، هر کسی هنری برای ارائه کردن داشته باشه، میدان و عرصه براش هست و همیشه خود ما هستیم که موجب رشد و موفقیت خودمون هستیم، نه هیچ ارگانیزیشن دیگری. بنابراین مافیا در ایران هیچ معنی نداره، اصلا وجود نداره و اینا به نظرم در حد شوخیه. سوال مشترکی که جناب همایون، من این چند وقت اخیر از هنرمندان محترم کشورم پرسیدم در خصوص اینکه اظهار نظر هنرمندان در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف، مثلا با خانم پگاه آنگرنی گپی داشتم، گفتن نیازی نیست که یک هنرمند تو حوزه‌های مختلف همه نظر بده، دغدغه‌هاشو مطرح کنه. اما با استاد داریوش ارجمند گفتگو داشتم، ایشون گفتن نه، اتفاقا هنرمند باید نظر بده در مورد همه چی. نظر شخص شما چیه؟ هنرمندها آینه رفتارهای اجتماعی هن. یعنی آن چیزی که در اجتماع رخ میده، آنچه که زبان مردم هست، حرف مردم هست، نیازهای جامعه هست، هنرمندها در ژانرهای متفاوت اینو به صورت متفاوت در کاراشون به نقد در میارن. یک بخش از کار هنری نقده، بنابراین میتونه هنرمند ژانر خودش رو انتخاب کنه و بپردازه که میخواد یک هنرمندی باشه که نقد کنه، حرف سیاسی بزنه یا حرف مذهبی بزنه یا حرف عارفانه بزنه یا حرف عاشقانه.
بنابراین هنرمندها ژانرهای متفاوتی دارن که بعضی دوستان عاشقانه صحبت کنن، بعضی عارفانه، بعضی انتقادی، بعضی اجتماعی. بنابراین نمیشه گفت وظیفه همه است. اونایی که دوست دارن مثل جناب فرهنگ انتقادی حرف میزنن و نظرشونه که باید حتما ببینن، خیلی دیگه هم اصلا اهمیتی براشون نداره که در مورد چی دارن حرف میزنن، فقط میخوان یک اثر هنری ارائه بدن. و سوال آخر هم شاید سوال جالب باشه، به کمتر از شما پرسیده باشن، خود پرواز همای اصولا چه خواننده هایی رو گوش میده موقعی که تو خلوتش هست؟ من بستگی داره اون موقع تو چه حالی باشم و در چه شرایطی باشم، ولی اصولا صدای همه خواننده ها رو گوش میکنم. معمولا هر خواننده یه آهنگی داره که آدم خوشش میاد. شاید یه خواننده باشه که خیلی از آهنگاشو نشه گوش کرد، ولی همون هم یه آهنگی داره که گاهی وقتا آدم در شرایط روحی و اجتماعی قرار داره که گوش کردن میتونه براش تسکین باشه. بنابراین پاپ ولی چه ایرادی داره؟ ماها که همه در واقع موسیقی پاپ برای گذراندن روزمره بخشی زندگیمونه، چه خواه و چه ناخواه میشنویم، چه دوروری های ما میشنون، چه خودمون گاهی وقتا بهش نیاز پیدا میکنیم و میشنویم. من وقتی محتاج موسیقی میشم، موسیقی فولکلور گوش میکنم، موسیقی ترکمن گوش میکنم، موسیقی تالشی گوش میکنم. موقعی که میخوام فکر کنم، میخوام که لذت ببرم، موسیقی استاد شجریان رو گوش میکنم یا موسیقی سنتی گوش میکنم. موقعی که میخوام رانندگی کنم هایده گوش میکنم. و موقعی که تو مسافرتم میخوام تمرین کنم، موسیقی کلاسیک پاواروتی، خوزه کارراس، دومینگو، آندره بوچلی گوش میکنم. بستگی داره تو چه شرایطی باشه. ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما رو در این برنامه همراهی کردین. سپاسگزارم. تا یک برنامه دیگر، خدا نگهدار.